مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی مدظله از حاکمان کلیه کشورهای عربی و اسلامی خواستند تا با حذف هزینه‌های ویزا و ورودی برای عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و تسهیل مراحل سفر برای این زائران نسبت به احیای شعائر حسینی بالاخص زیارت اربعین اقدام نمایند. به گزارش شیعه ویوز، معظم الله در خطابی که در شب 11 محرم الحرام سال جاری در بیت خود در شهر مقدس قم ایراد فرمودند گفتند باید برپایی و احیای شعائر مقدس حسینی مورد اهتمام کامل تمامی دولت‌های کشورهای عربی و اسلامی بالاخص کشور عراق قرار گیرد. ایشان همچنین تأکید کردند عاشقان اهل بیت علیهم السلام شوق بسیاری بر احیای شعائر و عزای حسینی دارند، ولیکن در این راه با موانع عدیده‌ای که برخی از حکومت‌ها در پیش پای آنها می‌گذارند مواجه می‌شوند و این موانع از رسیدن آنها به کربلا و تشرفشان برای احیای این مراسم با عظمت جلوگیری می‌کند. مرجعیت شیعه در این سخنرانی خود از پیروان بنی امیه به عنوان کسانی یاد کردند که در پیش پای زائران و محبین اهل بیت علیهم السلام مانع تراشی می‌کردند و مانع از برپایی شعار مقدس حسینی می‌شدند. معظم الله همچنین از حکومت‌ها و دولت‌های کشورهای عربی و اسلامی بالاخص کشور عراق دعوت خواستند تا با لغو هزینه‌های ویزا و ورودی و فراهم کردن وسایل حمل و نقل مناسب، تسهیلات لازم نسبت به ورود زائران و عزاداران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام برای برپایی شعار حسینی بالاخص زیارت مقدس اربعین را فراهم آورند.